نمیتونیم، نه پولشی داریم نه وکیلی داریم، هیچ نمیتونیم که بریم دنبال این کاری نداریم، اصلا میترسیم. ولی این دیگه میتونیم که اینو بایکوتش کنیم، ازش ترانه نگیریم، باش کاری نداشته باشیم. تو هر مجلس میاد بهش محل نمیذاره، میگه خیلی دیگه پرروه، البته خیلی هم پرروه. خب بعد میگیم چرا آقا در ایران یا در جای دیگه آقای لس آنجلس نشینا، آقای لس آنجلس، یعنی او طرزی که اونا میگن یه توهین دیگه به همه، در حالی که با تو لس آنجلس باور کنین آدمایی هستن زحمتکش، آدمایی هستن که دارن از صبح تا شب میدونن که زندگیشون رو بچرخونن، خانواده‌شون رو بچرخونن. تو این محیط مثلا دوستان جدید مواظب به بچه‌هاشون هستن، بتونن بچه خوبی رو به جامعه تربیت کنن. آخه این آدم ها پیدا میشه. بعد خیلی جالبه که آقای محمود قربانی کتاب هم نوشتن. من رفتم یه روز پلوی آقای خلیلی، گفت آره دیدم کتاب، گفتم چیه؟ گفت آقای کتاب خاطراش نوشته و خیلی هم زیاد، چند قیمت چه دلار؟ و من یه مدارش رو خوندم، یه چیزی میده که واقعیه هست و اینا، و کی هم حالا برش نوشته؟ فرزان دلجوی، که خودش فرزان دلجوی هم توی مملکت، توی جامعه ما، اون که دیگه ماشاءالله نور الله نوره. گفتم خب آقای ایجان، من که کتاب رو ارزش خریدم برای من نداره، ولی این مسائلی که نوشته، آیا او کلاهبرداریاش هم نوشته؟ گفتم از خود من چکاش هم دارم، نشونم دادم. گفتم خود من $2,000، من که نمیشناختم روز اول که آمد توی لس آنجلس، که من اسم شنیده بودم، $2,000 چک به من داد، چکاش برگشت کرد و هیچ وقت هم پولش نداد. گفتم اینا نمیشه، نه من حالا، او که اصلا من که هیچی. کسایی هست که $20,000، $30,000 از اینا اخاذی کرده، اینا رو نوشته. اگر اونا رو می نوشت، من اینا رو باور می کردم. پر کتابم می نویسه. از روزی هم که آمده توی منبکر، نه کار کرده. آخه بابا شما هممون دیگه می دونیم توی منبکر، یک نفر آدم، یک زندگی معمولی، یه ماشین نمیگم نو، یه ماشین زیر پاش بشه بتونه بره سر کار، یه آپارتمان یه بدروم هم داشته باشه، کمی کم مثلا تو لس آنجلس ما 2,000 to 2,500 رو خرجشه. پول بیمه داره، پول انشورنس، پول بیمه ماشین داره، دستورات خوراک باید بخره. آپارتمان حالا یه بدروم آپارتمان توی ولی لس آنجلس که جای زیاد خوبی هم نیست، بعضی جاهاش معمولی تو خبون رسیدا مثلا آپارتمان یه بدرومه الان $1,400 to $1,500. خب این آقا نه کار میکنه، نه انگلیسی یاد داره. میبینید اگه شما هر بخیر ببینید شیک میپوشه، ماشین نون حالی را از کجا میره، ماشین شیک زیر پاشه، چون شیک میپوشه، شیک رفتار میکنه، همه جا که میاد چونم کروات آنچنانی میزنه، یک دستمال اینجاش میزنه، هر دفعه میبینی با یک دستکش شلوار چیکار میکنه؟ به عنوانی که شوهر قدیم خانم گوش بوده، خیلی از خانم ها مخصوصا اخاذی میکنه. باور کنید یک بیژنی هم خواهرش سرطان داره هم خودش، منو برد نشون داد، شمارش هم دارم، اگه خواستید میدم، زنگ بهش بزنید، میگه آقا نجات نمیدید این چی بندبازیه. با یک بندبازی البته زمان گذاشت، در روی $40,000 از ما کلا برداشت. نه تو جامعه ما. وقت من یک نفر، البته وظیفه‌ام میدونم، یه تعهدی که در مقابل جامعه دارم. بابا رفتم یک رشته خوندم که تعهد دارم، مثل همون دکتری که میره مطب باز میکنه. میگو تعهد نداره در مقابل مریض. منم یه تعهدی دارم، اگه میرفتم آقا بچه مهندس میکانی، رفتم ماشین درست میکردم. وقتی مهندس کشاورزی میشن یک ملکی هم میخوردم انار توش میکاشتن. تازه اونم یه تعهد داره که انار خوب به مردم بدی. خب این که دیگه بابا یک وظیفه خیلی مهمی در مقابل، یک بار خیلی سنگین در مقابل جامعه. من این تعهد رو انجام میدم چون مسئولم. گفتم نه معلم ادبیاتم
که آنچنان برای شما واژه های استفاده کنم اصلا باورش ندارم. نه معلم اینشا هم که انشا بخونم برای شما. نه آقا من دارم واقعیت ها رو میگم. یه خورده دور برتون رو چشماتون باز کنیم. آدم ها از دور بزرگن. بعضی هاشون. ولی وقتی میرین جلو میرین چقدر کوچیکن. همه خواننده هایی که شما اینقدر برشون میرین بلیت 150-200 دلار میخرین اول اهل مطالعه نیستن. دوما باور کنید وقتی اینا با شما با اینا نمیگم همشون یه عدهشون با اینا نشست و برخاست میکنی شاید 250-200 واژه رو فقط تکرار میکنن. بیشتر از اون نمیدونن چون اهل مطالعه نیستن. قربون صغری همه میرن روی استیج. روی استیج قربون صغری همه میرن. مخصوصا اونی که پول دادن. ولی یک قدم در مقابل بره جامعهشون بر نمیدن. یک قدم. بابا دیگه شما بیننده که داری برنامه رو میبینی دیگه دیدی بابا توی تلویزیون آمریکا ورزشکاراشون هنرمنداشون خیلی کسا میرن بیمارستان ها میرن مدارس برای بچه ها میرن بچه های سرطانی میرن کمک میکنن. یکی از این هنرمنده این روز من گفت خب آقا اینا میذارن پای تکسیشون اگه فلانی داره اینقدر پول میده فلان خواننده آمریکایی یا هنرپیشه یا ورزشکار اینا پای تکسی میذارن. گفتم آقا تو هم بده پای تکسی بذار. یا بله اونا میذارن پای تکسیشون به جایی که بخوان به دولت بدن خودشون میرن میدن یک آموزشگاه به یک دانشگاه به یک مدرسه 10 تا بچه رو ازش نگهداری میکنن. بابا روز تنکسگیوین دیگه روز تنکسگیوین شما دیدین دیگه حالا تبریک هر چی بخوان اسمش رو بذارید. دیدین چند هنرپیشه ها خواننده ها رئیس جمهور زن رمجور میان به به اینا که بی بزاعت هم مستمندان ترکی میدن کمک میکنن. آقا ما باید یاد بگیریم به کامیونیتیمون کمک کنیم. توی واشنگتن دیدین دیگه اینجا هم هست همه جا هست دیدین این افرادی که زن یا مرد که به سن بازنشستگی میرسن به جایی که بشینن تو خونه شایعه بره هم دیگه درست کنن چون میدونم بد و بیرا پشت سر هم بگن انتقاد بکنن و یکی رو داماد کنن یکی رو عروس کنن یکی رو طلاق بدن میان چیکار میکنن وقتی بیکاریشون رو داوطلبانه در اختیار جامعه میذارن. میان مثلا دم مدارس بچه هایی که از اون بر خیابون میخوان بیان میکنن یه تابلو میگیره دستش میاد این بر خیابون. این همی که تو خونه نشسته که دیپریشن بگیره همی که در صورت یه خدمت رو به جامعه میکنه. یک جایی هست اینجا شاید تو شهرهای دیگه هم هست به نام بانگ فود بانگ غذا. من نمیدونستم خانمم میدونست. یه روز رفتیم اونجا اینی من تا حالا 3 دفعه رفتم 4 ساعت وقت نمیدونم گذاشتیم. حالا کمپانیا در صورت میدونم باز پای تکسیشون میذاره هرچی همه چی چیزای کن میارن میدونن خیلی ها داوطلبانه اینا رو گذاشتیم تو بسته‌بندی میکردیم که یه گیده دیگه با ماشین میبرن در خونه افراد مستمند خدمته. کدوم واقعا کدوم پدر بزرگ مادر بزرگ ما این کارا رو تو لس آنجلس میکنه؟ اصلا بد میدونه اشرف خانم به دور رفته خجالت نمیشه رفته دم مرسه یه تابلو به دستش گیره این بچه ها رو ادیبر ببرو این هم کاره؟ آره زهره خانم میگی؟ آره البته بهش میگن زهره خانم دیگه نمیگن میگن زیزی. زیزی میگن از کی زیزی شده؟ یکی میگن مشهد تو نوگون مشهد بزرگ شده نه دیگه آمده آمریکا شده زیزی. زیزی خانم چیکار میگن؟ رفته غذا مباره به یه مستمندا در خونه هاشون میگه دیگه کار دیگه نداشته؟ چی کار داشته؟ بازنشسته؟ چی کار داشته؟ ولی اینجا من خودم تو اینجا یعنی 100% تو کارهای دیگه من تو همین لوسان اردگان یه ده هستن کسایی هستن که از خونه نمیتونن مسنن اینقدر مسنن که از خونه نمیتونن بیان بیرون میبرن در خونه هاشون از یک سازمانی غذا بسته‌بندی میبرن در خونه هاشون بهشون غذا رو میدن خوراک رو میدن معذرت غذا کلمه عربی بده خوراک رو میدن اینا خدمت به جامعه. ما همه نشستیم منتظر که ببینیم یکی کاری برای من انجام بده. آقا تو جزء جامعه هستی یک کاری بکن آقای خواننده
آقای هنرپیشه، آقای هنرمند، این جامعه تو رو برده بالا، شما وظیفه حالا در مقابل جامعه کار انجام بدی. چه کار انجام؟ هیچی. ما خواننده، خب خواننده باش. تو هیچ وظیفه در مقابل مردم نداری، فقط مردم وظیفه دارن که بیان بلیط‌های 200 تومانی 300 تومانی تو رو بخرن پر بکنن اونجایی که فردا نگن که آقا کنسرت فلانی جمعیت نیومد. هم به فکر موقعیت اجتماعی خودتی توی شو بزنید، همی که درآمد داشته باشید. تقصیر اونها نیست، تقصیر ماست، تقصیر جامعه است که از اونها این وظایف رو نمیخواید. ما 38 ساله تو آمریکا هستیم و دم از دموکراسی میزنیم و آمدیم توی یک مملکتی تقریبا در صورت آزادتر از مملکت ما در خیلی زمینه ها. هیچ، فقط فکر خودمونیم. حالا من تو آرشیوم پیدا کنم اون مال این انجمن رو، عکسش رو دارم، عکس بزرگش رو که همه گرفتن دارم که بی همه نشستن. ولی برنامه دوم، هفته دوم دو اسمه شده. کیا؟ یه ایده در صورت در هر متاسفانه تو هر سازمان تو هر حرکتی یه ایده اصلا کارشکنی میکنن، سعی میکنن که اون همبستگی رو به هم بزنن و کردن در طول 30 سال. من در ایران که بودم اوایل انقلاب، وقتی که در سایت ما که شیخ ها رو که نمیشناختیم، واقعا من نمیدونم بهجی رو میشناختیم، نه نمیدونم کروبی رو میشناختیم، نه خامنه‌ای رو میشناختیم. خامنه‌ای بچه مشهد بود، ولی من هیچ وقت تو مسجد نمیرفتم. خب تو مشهد تو منبر میرفته 10 تومن 15 تومن میگرفته، اینا نمیشناختیم. ولی اوایل انقلاب، یعنی انقلاب که شد، ما کم کم با اسم اینا آشنا شدیم. رفسنجانی، بهشتی، موسوی اردبیلی، خامنه‌ای، خلخالی، منتصری، حتی اینا رو کم کم، طالقانی، ما اصلا اینا رو واقعا هیچ وقت گوشمون نمیخورد. حالا ما شاید توی یک عالم دیگه بودیم. ولی همون اوائل کم کم به گوش من از جاهای مختلف، از آدم های مختلف در رشته های مختلف به گوش من میخورد، اونایی که اطلاعات بیشتری داشتن، که آقا این خامنه‌ای و حتی یادم میاد اسم خوینیا رو میگفتن، اون آقا اینا تحصیل کرده دانشگاهی هستن در شوروی اون زمان به نام لومبا، بله یک دانشگاه در حالا نمیدونم موسکو یا جای دیگه به نام لومبا. لومبا رو که حتما شنیدین که چطوری کشتنی. این اونجا تحصیل میکرده، یعنی این بارها به گوش من خورد. ولی خب مثل همه آدم های دیگه از کنارش گذشتیم، تا اینکه میبینیم الان مملکت ما در کل دست آقای پوتینه. شمیرم برش در همدان اون امکانات فرودگار در اختیار ارتشش میذاره، هواپیمای ارتشی شوروی میان اونجا حمله کنن. این اولا تجاوز به یه مملکته. کی اجازه داده خامنه‌ای؟ و بعد من شخصی رو که خب شما هم دیدید، البته یک مقدارم هنوز که هنوز دربارش بدبین هستم، به نام آقای فخرآور، و فکر میکنم آره آقای فخرآور رو آقای سربی آورد توی برنامهش که گفت من در زندان بودم در شیراز، همچی جایی تو زندان بودم و من شکنجه داد از این حرفا تو بند فلان بودم، که یکی آمد روی خط گفت که در اون زندان شیراز من بودم، همچی بندی نداره و این چیزی که شما دارید میگید درست نیست. که بعد فخرآور یه خورده هم در صورت اگر قول این ما که وارد نیست، ولی روی مسئله که نگفتن به صاحب بادی لنگویش یه ناراحتش رو یه خورده دست باچه شد اینا. بعدم گفت که آقای سربی اگر اشتباه نگم، من اینی 90% 95% میدم تو برنامه آقای سربی بود چند سال پیش، گفت که آقا من اگر اینجا میرسم کسی حق نداره فلان کنی، مثلا بیاد درباره من صحبت کنه فلان کنی، رفت. و بعدم جمعی با شاهزاده عکس و اینا. ولی همیشه بری من در صورت به قول خودمون زنین بود، تا اینکه دیدم مدتی قبل یک کتابی داده بیرون به نام رفیق آیت الله.
من البته تازه به دستم رسیده، وقت نکردم هنوز بخونم و میخونمش، چون دارم یک کتاب دیگه میخونم به نام لوتیای که نقشی این لاتا و لوتیا و چون دارم جاهلان نقشی در رژیم های مختلف دارن در ایران، در جای دیگه من میتونم، در همین آمریکا هم دیدیم بعضی هستن ریدنک هم بهش میگن. حالا اونجور که من صحبت های ایشون توی که از برنامه ها گوش میکردم، تمام چیزایی که توی گفته نمیخوام بگم 100%، ولی در صورت مدرک گذاشته که ثابت میکنه توی کتاب این آقای خامنه ای در کل عقاید کمونیستی داره، عقاید اینی یکی از طرفداران رژیم شورویه، رژیم آقای پوتینه، چون الان با پوتین دوستم بگی خامنه‌ای نگو آقا نه شرقی نه غربی، غربی رو ول کرد چسبید به شرقی، و میدونیم که اگه تاریخ در همین معاصر بخونیم شوروی قدیم که حالا میگن روسیه بهش چیز در زمان تزار چی بعد از تزار و انگلیس انقدر که به مملکت ما در هر زمینه ضرر زدن و خسارت وارد کردن، چی از نظر معنوی چی از نظر مادی، آمریکا، ایتالیا، آلمان، فرانسه نکردن، تو تاریخ نوشته. این شهرهایی که ما از دست دادیم که الان برای خودشون هر کدوم شده یک کشوری، باعث زمان قاجار شد، انگلیس ها به همون ضرر زدن، خسارت زدن، این کشورها رو از ما جدا کردن، و تازه یک قرارداد 99 ساله بوده، 17 تا کشور باید برمیگشت به ایران. من اینو فکر میکنم، نه سلطنت طلبم نه زیاد دلخوش از روز رژیم دارم، در صورت یک خدماتی هم کرده اونا جای خودش، اگر زمان شاه بود و همون قدرتی که زمان شاه در دهه 50 داشت، من فکر کنم 80-90% اون کشورها رو قرارداد 99 ساله بود برمیگشت به ایران، و ایران ما بزرگتر از اون که هست میشد. ولی خب یک رژیمی اومده رو کار که برای که به قدرت بمانه خاک و مملکت هم داره میفروشه، هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده که رو قدرت بمونه. یعنی اگر روزی تمام ایران از جدا بشه فقط تهران و قم بمونه که اینا بتونن اونجا حکومت کنن، اونجا رو نگه میدارن، یا مشهد. بله، من البته پیشنهاد نمیدم، ولی اگر دوست دارید این کتاب ها رو بخونید، این کتاب یا کتاب های دیگه یا حتی پرویز ثابتی کتاب نوشته یا کتاب هایی که در صورت من خیلی از بعد از انقلاب بیشتر مطالعه میکنم که ببینم، نمیخوام بگم میخوام روشن فکر بشم، ولی ببینم در اطرافم چی میگذره، چی اتفاقاتی افتاد که ما بیروز افتادیم، چی دست های در کار بود، چه خیانت هایی از طرف هممیهنانمون و بیگان، البته با توطئه بیگانه به دست خودی شد که ما به ایروز افتادیم، مملکت همون به ایروز افتاد، مردممون اینقدر اکثرا در بدبختی و فساد و فقر دارن زندگی میکنن. ایشون و کسی دیگه تاریخ نمی نویسن، ولی اینا کمک میکنن به تاریخ نویسای آینده که تاریخ ایران رو هر چی میتونن واقعیت می‌نویسن، مخصوصا در این دوره‌ای که رژیم ایران عوض شد، در صورت حالا یک عده میگن شورش، یک عده میگن اسمای دیگه، ولی کلاً یک انقلاب بود. و شاید هم بگم تمام انقلابایی که در تاریخ معاصر دنیا اتفاق افتاده در این 100 سال گذشته، انقلاب ایران یکی از پر بیننده ترین در دنیا بود، چون زمان فرانسه یا انگلیس یا شوروی انقلاب شد، ولی اینقدر رسانه ها و اطلاعات، تکنولوژی اطلاعاتی در دسترس مردم نبود. ولی زمان خمینی وقتی انقلاب شد، اولا جمعیتی دیدین دیگه، حالا کار ندارم، حالا 80%شون پشیمون شدن و از اون مردم شاید 10-5%شون اعدام شدن یا دارن اعدام میشن، ولی جمعیت انبوهی بود، تمام دنیا داشتن می دیدن.
یه انقلاب خیلی بزرگیه. ولی خب متاسفانه در اثر خودخواهی های سیاست مدارانی که در گروه های مختلف بودن، از چپش گرفته تا راستش، بی تجربگی، نشناختن روحانیت در ایران، مخصوصا این روشنفکرهایی که ادعای روشنفکرهایی میکردن، فکر میکردن که خمینی میاد، آره آقا میاد یه شیخ دیگه، بعدا میره تو قوم میگیریم، ما خودمون حکومت در دست میگیریم. از دعواهای این گروه های سیاسی با هم دیگه و شناخت دقیقی از مذهب نداشتن بیروز افتادیم، چون هیچ کس در دنیا حاضر نیست به خاطر مملکتش یه بمب به خودش بنده بره منفجر کنه، بره تو یک جایی مثلا بره تو روحانیان منفجر کنه، ولی دین این کار داره میکنه. در همین آمریکا در سال 1979 یک نفر به نام جیم جونز از شیکاگو هم فکر کنم بود، 1000 نفر رو به وسیله دینی که خودش به وجود آورد سوسیون مغزی داد، بردشون به یک کشور دیگه در آفریقا و طرفا، از زن و مرد و بچه و بزرگ و سیاه و سفید، حتی خودش، و همشون یک نوشیدنی داد که تو زهر بود همشون، و میدونستن همشون مردن. یا آقای این کوروش بود توی سال 90-91 توی زمان کلینتون بود توی تگزاس، 80-90 رو میگه توی یک ساختمان آتیش نگرفتن. مذهب بزرگترین چیزی که میتونه یک شخص رو شسوسیون مغزی بده و دارن میکنن. خب دوستان، درباره خیلی مسائل همینجور صحبت شد و گفتم بازم نه ادعای روشنفکری دارم، نه میخوام به شما درس بدم درباره مسائل چیزایی که در صورت جامعه میبینم، اتفاقاتی که دارد بروبر خود مخصوصا توی شغل خودمون داره میفته، با شما در میون میذارم، قضاوتش با شماست. و رسانه امروز در این قرن نقش مهمی در افکار عمومی داره، برای اینه که کسی که میشینه جلو دوربین یا مقاله توی یک روزنامه می‌نویسه یا در رادیوی برنامه داره، باید خیلی مواظب گفتارش باشه، چون میتونه با یک مقاله، با یک کلیپ فیلم یک جامعه رو به هم بریزه، یا میتونه یک جامعه رو به راه درست راهنمایی کنه. حالا نظر شما چی باشه؟ خب بریم به قسمت‌های از برنامه‌های گذشته. حالا اگرم نشد، پیدا نکردم و وقت نبود، در اینجا بهتون شب بخیرم میگم و بازم مثل گذشته میگم پاینده ایران جاوید شما و من. ولی سعی میکنم که یک مقدار، یک نیم ساعت دیگه برنامه رو روی برنامه‌های گذشته برای شما پخش کنم. با این تمدنی که ما داریم که اینقدر بوق و کرنا برشون و دلگوش دنیا رو کر کردیم، ولی دیدید که یک سگ رو به عقب ماشینش طرف بسته، یک ایرانی که از توی اون مهد تمدن آمده زایده شده، یک سگ که وفاش، دوست داشتنش، شاید با وفاترین حیوان برای انسان و معرفتش از شیخ ها بیشتره، پشت ماشینش بسته بود و توی خیابون کشیده بود، اینقدر حیوانه کشیده بود که مرده بود. حالا در ایران مدتی است، تقریبا یک هفته ای که مخصوصا با در شیراز یک گده زن و مرد اومدن جلوی شهرداری به عنوان اعتراض که آقای حیوانات رو نکشید. اینها هم در صورت خداوند آفریده، این حیوان چی گناهی کرده؟ این زبون بسته واقعا چی گناهی کرده؟ این حیوانی که چقدر وفادار به انسان.
حیوانی که انسانها رو در خیلی از سانه های طبیعی نجاتشون داده. ببخشید. باید اینجوری بکشونشون. من یادم میاد در گذشته خیلی دور، زمانی که نوجوان بودیم و به قول تهرونی یا تینیجر، همیشه یادم میامد که بعد وقتا صحبتی بین بزرگترها یا حتی بین ماها میشد، ما هم البته از بزرگترها شنیده بودیم، گفتن که آمریکایی‌ها وقتی میان ایران حق توحش میگیرن. گفتن خدا حق توحش میگیرن؟ ما آدم خوریم، ما که مثل سیاهای آمازون نیستیم یا آدم های آمازون نیستیم و کشورهای آفریقا نیستیم که آدم بخوریم، ولی حق توحش میگیرن. بعد خب بزرگتر شدیم، آمدیم خارج، متوجه شدیم که اینا چرا حق توحش میگیرن. وقتی میان تو ایران میبینن آقا رانندگیمون که قربونش برم، آدم ها و ماشین ها تو هم میدونن، چراغ قرمز رد میشن، هیچ کس بره هیچ کس احترام قائل نیست. خب وقتی میبینن با سگامون، حیواناتمون اینجور رفتار میکنیم، خب معلومه که حق توحش به اینا بدن، چون واقعا ما آدم های وحشیم از نظر اینا. شما حاضرید اون سگهایی که الان در ایران دارن با این اسید میکشنشون، یا اون سگی که پشت ماشین طرف بسته، همین عکس رو یا ویدیوشو به بچه‌تون در اینجا نشون بدید؟ ممکنه رو نشون بدید، مخصوصا اگر همسر آمریکایی داشته باشید، حالا یا شوهر یا زن آمریکایی، یا اینکه اصلا بچه‌ها تو اینجا بزرگ شده باشن، اصلا نمی‌تونن باور کنن. اینه اگر شما در آمریکا که بچه‌تون اینجا بزرگ شده یا متولد شده، الان به صورت مثلا به یک 20 سالشه یا حتی 15 سالشه، اگر این عکس رو نشون بدی، مطمئناً برمیگرده میگه مادر پدر شما چقدر آدم وحشی هستین، چی مملکتی شما دارید، چرا با حیوانات این کارا رو میکنید؟ نمیگن؟ باور کن میگم. واقعا من تعجب میکنم که اینقدر که ما از این فرهنگ و تمدن صحبت میکنیم، چرا نتیجهش این شده بره ما؟ هر کسی که میره ایران، خب من که الان تمام 36-7 ساله نرفتم، ولی هر کسی که ایران میره میاد، اولین چیزی که میناره از ترافیکه، از رانندگیه. اصلا میگه آقا ما میترسیم واقعا. ماشین شخصی میگیریم، بارها چند نفر گفتن آقا وقتی ما ماشین شخصی گرفتیم که ما را یا آژانس گرفتیم ببرن اینور، به یارو گفتیم آقا خواهش میکنم ما اضافه به تو پول میدیم ولی یواش برو، به قول خودش اینقدر لایی نکش. خب وقتی که یک آمریکایی هم میاد ایران که در اینجا بزرگ شده، پشت چراغ قرمز ایستاده یا عنوان عابر پیاده ایستاده، این برای پیاده رو تا چراغ سبز بشه، یا اگر احیانا اتفاقی پاشو گذاشته تو خیابون جایی که چراغ قرمز نبوده، تابلو ایستاده، طرف دیده ماشین براش ایستاده تا رد بشه، وقتی میاد ایران میره چراغ قرمز ولی همه تو خیابون میره الای ماشین اینجوری اونجوری میرن، ماشین میدارن میان، بعد از مدتی اونم عادت میکنه، اونم میشه جز همون سیستم. اینا آقا کسی که اینجا احترام نمیذاره، اگه بخواد واسه کنار خیابون باید ساعت ها بیسته. بری نمونه، من یه چیز رو خدمتتون عرض کنم. من وقتی که رفتیم با خانمم ایران در سال 1372، بعد از یک سال و نیم بود یا دو سال، خانم من استخدام قسمت فنی تلویزیون شد. یه قسمتی بود توی اول خیابون آریامه، او قدیم امیرآباد آریامه که البته الان نمیدونم اسمش چی گذاشتن، یه ساختمون خیلی بزرگی بود. خانم من اونجا استخدام پارت تایم شد، یعنی ساعت 8 بعد میرفت تا ساعت 12 ظهر. خانم من همیشه، ما میدون شهیاد میشستیم، همیشه ساعت 7-7:10 از خونه میومد بیرون، یه تاکسی میگرفت و از میدون شهیاد خودش رو میرسون سر کار. یه 10 روزی گذشت،
اومد یه روز گفت که محسن من الان 10 روز میرم سر کار، دقیقا 7:45 اونجا هستم.